سلام، به این قسمت دیگه از برنامه آنتاد خوش اومدید. توی این قسمت راجع به اعترافات حضرت سلیمان که توی کتابش نوشته شده، شخصی که شناخته شده به عنوان پیامبری که سلطه روی اجنه و شیاطین داشته و بر اونها فرمان روایی می کرده، اما در آخر فرمان روایی سقوط کرده و در اسارت همون اجنه که خودش سالها اسیر کرده بوده در اومده. این که داستان حضرت سلیمان چیه و چطور عاقبتش به اون نقطه میکشه چیزیه که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. پس اگه براتون جالبه مثل همیشه ویدیو رو ببینید. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. این ویدیو قسمت سوم سری ویدیوهای آنسافت به اسم دیمنالوجیه که همون اجنه شناسی یا شیطان شناسیه. توی قسمت قبل راجع به سلسله مراتب شیاطین صحبت کردیم. توی قسمت قبلش راجع به احضار اجنه و شیطان اصلی صحبت کردیم و رازی که این شیطان برملا کرده پیش یک کشیشی که سالها باهاش صحبت می‌کرده. و امروز می‌خوایم داستان حضرت سلیمان رو بگیم که کتاب اعترافات سلیمان کتابیه که خیلی توی دیمنالوجی تاثیرگذار بوده و خیلی از آموزش‌های این شاخه کلیسا امروزه از حضرت سلیمان میاد. حضرت سلیمان پسر داوود شاه بوده و خیلی به اسرائیل سر و سامون داده، حتی به شهر اورشلیم، همون شهری که حضرت مسیح و توش به صلیب کشیدن. این شخص هم خیلی شاه خوبی بوده، هم خیلی پیامبر والایی بوده و داستانش از این قراره که میگن میره پیش خداوند سالها دعا میکنه و از اون درخواست میکنه که بهش دانش و قدرتی بده که بتونه در راه خداوند به او خدمت بکنه و میگن که در آخر خدا این درخواست سلیمان رو قبول میکنه و بهش یک انگشتری میده که تو روی اون انگشتر نشانه خدا کنده کاری شده بوده. این انگشتر رو توسط یکی از فرشتگان اصلی به اسم مایکل یا میکائیل به اون داده میشه. اما خدا تنها کسی نیست که نشانه مخصوص خودش رو داره، بلکه تمام شیاطین هم نشانه های مخصوص خودشون رو دارن دونه به دونشون و نقطه ضعف اونها این نشانه است. حضرت سلیمان از این استفاده میکرده تا این شیاطین رو به اسارت خودش دراره. به چه شکل؟ اون وقتی که نشانه اون شیطان مشخص رو یا اون جن مشخص رو پیدا میکرده، از انگشترش که نشانه خدا رو داشته استفاده میکرده و اون انگشتر رو روی بدن این شیاطین میذاشته و داغ میکرده و اینطوری بوده که به اسارتش در میومدن. و کتاب اعترافات سلیمان، اکثر این کتاب راجع به مصاحبه ها یا صحبت های بین سلیمان و شیاطینی بوده که احضار میکرده و به سلطه خودش در میآورده و داستان های خیلی مختلفی راجع به روابطش با هر کدوم از این اجنه توی این کتاب هست و این کتاب بزرگیه. حالا میتونم راجبش بیشتر براتون قسمت‌های مختلف بذارم و مصاحبه‌هاشو با اجنه مختلف باز بکنم. افرادی که وارد راه‌های روحانی میشن از جمله پیامبران همیشه میگن که توسط شیطان وسوسه میشن و این وسوسه ها آزمایشاتی هم هست در واقع براشون از طرف خدا که اگه این آزمایشا رو رد کنن، یعنی که ایمانشون به خدا واقعیه و به راهشون در مسیر خدا متعهد هستن و اگه که این وسوسه ها رو نتونن به عنوان آزمایش رد بکنن، در واقع سقوط اونا رو شکل میده، چون اونطور به شیطان زانو میزنن. توی قسمت پیش بهتون توضیح دادم که 7 گناه کبیره یا گناه اصلی با توجه به دین مسیحیت چیه و هر کدوم از این گناه ها یک شیطان اصلی یا شاهزاده جهنم بهش مستقیما وصل بود. این گناه ها هستن غرور، پرخوری، خشم، حسادت، دلگی و زیاده خواهی، تنبلی و شهوت. و معمولاً وقتی که این پیامبرها در این آزمایشات قرار میگیرن با یکی از این 7 گناهی که وسوسه میشن. میگن که چیزی که حضرت مسیحو مسیح کرد در واقع همون صلیب شدنش بود که قبل از اینکه روز صلیب شدنش بیاد، که اگه اشتباه نکنم 40 روز و 40 شب توی بیابون با شیطان میمونه و این وسوسه ها رو رد میکنه. وسوسه اولش اینه که شیطان بهش میگه بیا سنگو تبدیل به نان کن، چون یکی از
معجزه های حضرت مسیح این بوده که آب و تبدیل به شراب کرده و از 4 ماهی هزاران تا ماهی به وجود آورده. پس این قدرت رو داشته. و شیطان بهش میگه بیا این سنگ رو به نون تبدیل کن، چون 40 روزه که تو داری از گشنگی میمیری، از قدرتت استفاده کن. و حضرت مسیح در جواب به شیطان میگه که انسان با نون زنده نیست، بلکه با هر کلامی که از دهان خدا در میاد زنده است و به اونه که فقط وابسته است. دومی وسوسه شیطانی بوده که میگه که توی اورشلیم خودتو از پرتگاه پرت کن، خدای تو فرشتگانشو میفرسته که تو رو نجات بده. اینجوری ثابت میشه بهت که واقعا تو آیا اون مسیح هستی یا نه. که مسیح در جواب میده که من خداوندو توی آزمایش قرار نمیدم، بلکه خداست که منو توی آزمایش قرار میده. و آزمایش آخرش اینه که میگه بیا تو منو پرستش کن و من همه مالهای دنیا و قدرت دنیا رو میدم به تو. تو رسما میشی فرمان روای کره زمین. و مسیح خیلی سفت و سخت رد میکنه این وسوسه رو و میگه که تنها کسی که آدم باید بپرسته و مهم خداست و همینو بس. حالا تو فرهنگ‌های مختلف افراد مختلف از این آزمایشات رد میشن. حتی بودا هم آزمایش‌ها و وسوسه‌های خودشو داشته قبل از اینکه بودا بشه. اما یکی از پیامبرانی که این وسوسه رو نمیتونه رد کنه و سقوط کنه، درست حد زدین، سلیمان بوده. این داستانایی که امروز دارم بهتون میگم از یهودی‌ها، مسیحی‌ها و حتی قرآن برداشته شده، یعنی یک مخلوطی از باورهای مختلفه. چون هر کسی راجع به حضرت سلیمان به یه شکل صحبت میکنه، همونطور که هر کسی راجع به حضرت مسیح و مسیحیت یه شکل صحبت میکنه و شاخهای خودشونو دارن. سلیمان سالهای سال با این شیاطین و اجنه درگیر بوده و میان بهش پیشنهاداتی میدن و وسوسه‌ای میکنن و همیشه خیلی راحت اینو رد میکنه و خیلی متحد بوده به راهش با خداوند و خیلی هم مرد قدرتمندی بوده، در حدی که میگفتن که فرمانروای اجنه باد و زمین بوده. تا اینکه بحث یک زنی میاد وسط که دختر یک پادشاهی بوده و اسم این زن نمح بوده. نمح بت‌پرست بوده و به خدای خدمت میکرده به اسم مولوک، که مولوک قبلا توی برنامه آنسافت باهاتون راجبش صحبت کردم. خدایی هست، یا بهتره بگم که موجودی هست که آدما براش بچه قربانی میکنند و اینطور میپرستنش، و خدای این زن مولوک بوده. وقتی سلیمان با این زن روبرو میشه، اولا اینو باید بدونین که یه تعداد زیادی زن داشته، اما انگار هرچی که زن میگرفته بازم راضی نبوده. و این زنو که میبینه میگه من اینم میخوام. در اینجا اولین گناهشو میبینیم که گناه زیاده خواهیه، greed و دلگی، که انگار هرچی به یه نفر از یک چیز بدی باز هم کمه. گناه دومی که باش روبرو میشه لاسته، یعنی شهوت، که انقدر مست این زن شده بوده که خدای خودشو فراموش میکنه که آقا خدایی که من میپرستم اون خدای یکتاست و این زن داره یک جنی به اسم مولوک رو میپرسته، پس من هیچ وقت نمیام به خاطر این زن خدای خودم رو بهش خیانت بکنم و همون شیاطینی که سالهای سال به اسارت گرفتم بیام و بهشون خدمت بکنم. و یارانش میان بهش میگن که حواست باشه، این کاری که داری میکنی بر اساس دوتا از گناهاست و تو داری وسوسه میشی. و در اول سلیمان به خودش میاد و میگه خدای من دارم چیکار میکنم؟ من فقط تو رو میپرستم، اصلا من این زن رو نمیخوام. اما بر اساس باورهای مختلف میگن که این زن یا خودش یکی از اجنه بوده به اسم اروس، که میگن یا این خود اروس بوده این زن و به شکل یک زن زیبا اومده بوده، یا اینکه اروس تسخیر کرده بوده این زن و داشته ازش استفاده میکرده که سلیمانو وسوسه بکنه و اروس یکی از اجنه قدرتمند بوده. خلاصه که انقدر اینو وسوسه میکنه و وسوسه میکنه و وسوسه میکنه که آخر سلیمان تسلیم میشه و با این زن ازدواج میکنه. اما قبل از اینکه این کارو بکنه، این زن بهش میگه که تو یک مراسمی رو باید اجرا کنی و این مراسم برای خدمت به ملوکه. سلیمان این کارو میکنه و بعد از اون ازش درخواست میشه که یک مبعد بسازه برای پرستش ملوک. و اینجا بوده که سلیمان وقتی این کارو میکنه تبدیل به یک بت پرست میشه و حتی بعضیا میگن که شروع میکنه بچه قربانی کردن برای ملوک، حتی فرزندان خودش. اینجای داستان بوده که خداوند تمام قدرت‌های سلیمانو ازش میگیره و سلیمان میشه یک مرد ساده بی قدرت و آغشته به گناه. بعضیا میگن که خدا حتی از دست سلیمان عصبانی نمیشه و تنبیهش نمیکنه، فقط ترکش میکنه و همین ترک کردنش باعث سقوطش و
از زجر ابدیش میشه. در حدی که سلیمان توی کتاب اعترافاتش آخرین چیزی که مینویسه میگه که هیچ وقت شیاطین رو دست کم نگیرین و نذارین که مغروشین و فکر کنین که شما در دام اونها نمیافتین. راهی که من رفتم و هیچ وقت درش قدم نذارین و با شیاطین اصلا سعی نکنین ارتباط برقرار کنین، چون هر کسی میتونه سقوط بکنه و راهی که تو زندگی پیش میگیرین فقط پرستش خدا باشه و تا جایی که میتونین از ارتباط با اجنه دوری کنید و اشتباه منو نکنید. خلاصه به زبون مدرن بخوایم بگیم میگه که دور هم که میشینین حتی روح هزار نکنید، چون نمیدونی که داری با چه آتیشی بازی میکنی و میسوزی. و بعد از اون مراسم جادوی سلیمان یک مراسم مخصوص خودشو داره که برای احضار اجنه است و کسایی که این مراسم رو پیش میگیرن و از دانسته ها و آموزش های سلیمان استفاده میکنن برای احضار اجنه همیشه میان و اعتراف میکنن که بله، این راه راهیه که توش وسوسه خیلی زیاده و همهشون یه جورایی سقوط میکنن. دقیقا چیزی که میگه که حالا که همه چیو شنیدین، این نتیجه داستان منه. از خدا بترس، با قوانین اون زندگی کن، چون تنها وظیفه تو به عنوان یک انسان همینه، چون که خدا تمام اعمال تو رو قضاوت خواهد کرد، حتی چیزایی که از خودت قایم میکنی، چه خوب چه بد. و این بود آخرین کلمات سلیمان به عنوان یک پیامبر قبل از اینکه کاملا سقوط بکنه و به یک بت‌پرست بچه کش تبدیل بشه. خیلی خوب بچه ها، این بود از داستان حضرت سلیمان، اعترافاتش و سقوطش. اگه که این قسمت رو دوست داشتین حتما تو کامنت ها بهم بگین و بهم بگین که برای قسمت بعد دوست دارین راجب چی بشنوین. راجب لیلیت، بزرگترین جن از جنس زن و هفت خواهرش، راجب هفت فرشته اصلی یا راجب طبقات جهنم یا هر داستان دیگه‌ای که خودتون پیشنهاد میدین که به این قسمت‌های دیمنولوژی و شیطان پرستی مربوط باشه توی کامنت ها حتما بهم بگین. لایک یادتون نره، خیلی 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 بهم کمک میکنین، انگیزه میدین. دوستتون دارم. تا قسمت بعد، خدافظ.